چند بهتر باید از اون پرس دست بردارن و یه مقداری عقبتر بیان که اون موقع برای ملوان دچار دردسر میشه. متشکرم آقای خواهش میکنم. برمرزیار عزیز، آماده میشیم؟ بله، سوت آغاز بازی به صدا در میاد، نیمه دوم رو هم آغاز میکنیم با سوت سعید مظفریزاده. با توجه به اینکه همطور که مشاهده کردین برصد نیمه اول رو استقلال با کسب نتیجه‌ای جز آنچه برای تیم صدرنشین مد نظر هست به پایان برد، مسلمان صاحب توپ است، موقعیت یه بار دیگه برای بازیکنان تیم فوتبال ملوان انزلی. دعوت میکنم با گزارش این بازی در نیمه دوم هم همراه باشید. رمضانی از چپ باز هم حرکت کرد، احتمالاً متوجه شد که گوینده ورزشگاه چی گفت. ایشون گفتن که جاسم کرار بازیکن شماره 13 از زمین بازی خارج شد و محسن یوسفی در ادامه برای آبیپوشان بازی خواهد کرد. جاسم کراری که پتانسیل اخراج شدن رو هم در این بازی داشت. به هر حال بازی رو دنبال میکنیم، ببینیم با صحبتهایی که مربیان دو تیم در بین دو نیمه داشتن چه تغییری بر روند و آهنگ بازی شاهد خواهیم بود. کلن بازی در نیمه اول در دقایق ابتدایی و همینطور دقایق پایانی به مراتب زیباتر از دقایق میانیش بود و گلها هم اتفاقا در همین دقایق به ثمر رسید. اعلام خطا میشه پشت محوطه جریمه تیم ملوان که مورد اعتراض شدید علی جراحکار هم هست و استقلالی‌ها صاحب یک موقعیت ایستگاهی خوب میشن. ملاحظه بفرمایید که چه اتفاقی افتاد و سعید سالارزاده چگونه خطا رو مرتکب شد. موقعیت بسیار خوبی است. جاسم کرار هم دیگه نیست که اجازه نده میلاد میدابودی این توپ رو نزنه. میلاد میداودی پشت توپ هست، جباری هم هست، کیانوش رحمتی از این جمع جدا میشه. دیوار دفاعی ملوان هم شکل گرفته، شدت باران باز هم زیاد شده. سر سانتیمترها حالا میلاد میداودی داره چکوچونه میزنه با سعید مظفریزاده، منتظر هستیم تا ضربه نواخته بشه. مسعود پور محمد روی خط دروازه هست، با دیوار دفاعیش صحبت میکنه. میدابودی دورخیز به سمت دروازه زیبا میزنه و توی دروازه. گل برای تیم استقلال. چقدر هم زیبا زد میلاد میدابودی. در 48مین دقیقه استقلال رو به گل تساوی میرسونه. انصافا قشنگ زد. تصویر آیسته رو خواهیم دید که میداودی چگونه توپ رو به تور دوخت. ملاحظه بفرمایید از پشت دروازه با بغل پا و تاق دروازه رو نشونه رفت و گل تساوی استقلال به ثمر رسید. ملوان 2-2، یه بازی پرگل و خوب رو شاهد بودیم. امیدواریم که افت و خیز نداشته باشه و همین گونه تمام دقایقش زیبا باشه. ملاحظه بفرمایید چگونه زد توپ رو و کاری هم از دست پور محمد بر نیومد. بازی 2-2 مساوی میشه. این بازی هنوز داستانها داره و باید ببینیم که سرنوشتش چه خواهد شد. رحمتی توپ اضافه رو بیرون از زمین میندازه. توپ در اختیار یعنی ملوان هست. پور غلامی برگشت توپ میانه زمین حنیف امانزاده. رحمتی توپ رو بر میگردونه، یه پاس رو به جلو از جباری، قطع ارتباط از یارن ملوان. مسلمان توپ رو گرفت اما با خطا حنیف امرانزاده او رو متوقف کرد. این رو سعید مظفریزاده میگه. منطقه بازی عوض میشه. نظامی پور لغزندگی زمین باعث میشه که او توپ رو از دست بده. مسلمان، دقاقله، پورغلامی، نصحتی تو سر توپ،
برای خود پورغلامی، ارسال زمینی و اعلام کورنر. 50 دقیقه، مروان 2 استقلال 2. ببینیم ضربه کورنر رو مروانی ها چگونه خواهند زد. تجمع بازیکنان در محوطه جریمه تیم استقلال، در محوطه جریمه موقعیت هست، حالا برای نصحتی به سمت دروازه میزنه، به لوکه میشه برگشت توپ، حالا میره که تبدیل به یک زده حمله بشه. شیرزاد برای میداودی، برهانی از او توپ میخواد، همرنگ توپ رو بر میگردونه، رافقایی اعلام آفساید حالا میشه. اگر تصویر آستر ببینیم مشخص میشه که آیا آفساید بود یا نه. توپ در اختیار یاران استقلال هست، ملاحظه بفرمایید اینجا که ضربه سر رو میزنه، یه خود البته دیر تصویر رسید اما همچین مشکوک بود. به هر حال بازی رو پی میگیریم. رافقایی زنده گل اول ملوان رو دیدید. نظامی پور، مسلمان به توپ نمیرسه، حنیف اشتباه میکنه، اما اونقدر استقلالی ها پرتعداد هستن که به توپ برسن. باز هم یاران سفید پوش ملوان، نظامی پور دقاقله از او توپ میخواد، دست همونجا ترجیح میده به سمت دروازه، موقعیت برای رافقایی که توپ ریباند رو بزنه، اما رحمتی خودش جمع و جور میکنه این توپ رو. ملاحظه بفرمایید نظامی پور اینجا زد، در چنین شرایطی کنترل توپ خیلی مشکل بود، رحمتی هم البته مقصر بود، اما به هر حال توپ رو جمع کرد. یک ارسال دیگه، موقعیت برای دقاقله و حنیف عمرانزاده. یوسفی، تکل پورغلامی و توپ به بیرون میره. آرش برهانی توپ میخواد از یاران تیمش. خود برهانی اعلام خطا از سالارزاده. حنیف یه توپ بلند برای یوسفی که ضرب توپ زیاده. نصحتی یه پرتاب دیگه میگیره، از چند متر جلوتر پرتاب تکرار میشه برای تیم ملوان. نصحتی رو دیدیم با سرعت دوید و حالا رافقایی تعقیب میکنه توپ رو. رحمتی در محوطه جریمه و برگشت توپ. جباری، تیموریان پاسش میرسه به میداودی، یه پاس رو به جلو از او که ارتباط رو جراحکار قطع کرد. رمضانی، هر دو گل ملوان روی پاس او به ثمر رسید و اینجا هم هند مسلمان اعلام میشه و باید یه بار دیگه استقلالی ها به توپ ضربه بزنن. حیدری ارسال به درون محوطه جریمه، خطرناک است، ضربه سر مدافعین تیم ملوان و همرنگ به میانه زمین. رافقایی برای مسلمان، نصحتی از منطقه راست خط حمله تیم شرکت کرده، شیرزاد رو مقابل خودش میبینه، وارد محوطه جریمه هم شده، این پا اون پا میکنه، همچنان خود صاحب توپ هست برای مسلمان در عرض، همرنگ شوت زن و توپی که با اختلاف زیادی به بیرون میره. محمد همرنگ بازیکن شماره 7 این تیم که او هم تازه از بند مصدومیت رها شده. اتفاقات حساس نیمه اول رو شما ملاحظه میفرمایید، این گل اول ملوان هست، بازی در جریان نیست که شما دارید این صحنه ها رو ملاحظه میفرمایید. این هم گل دوم تیم
ملوان که توسط جراح کار به ثمر رسید و البته این گل در دقیقه 48 توسط میداوودی پاسخ گفته شد. این هم آرش برهانی که گل اول این بازی رو زد. به بازی برمیگردیم. خسرو ایدری توپ رو میگیره. جباری برهانی، میداوودی از منطقه راست، خود میلاد میداوودی، خسرو ایدری، خود خسرو همچنان حرکت میکنه در عرض، یک و دو موفق، پشت محوطه جریمه، یاران استقلال در تدارک یک حمله دیگر هستند. آن دو تیموریان برای جباری وارد محوطه جریمه هم میشه. رمضانی یه لحظه توپ او رو میزنه و نهایتاً یه پرتاب هم میگیره. علیرضا رمضانی، این هم ضربه استادانه میداوودی که درست همون جایی زد که دروازه‌بان هم حضور داشت، اما اونقدر ضربه محکم بود که وارد دروازه تیم ملوان شد. میداوودی، حیدری تا دوش را دست میده اما خطا نیست. این نظر آقای مظفری‌زاده است و اینجا احساس ناراحتی میکنه همرنگ. تیموریان هم از او عذرخواهی میکنه. این صحنه که البته مسئله خاصی برای همرنگ پیش نمیاد. تیموریان ضربه سر، جباری یک پاس رو به جلوی دیگه، توپ میرسه به آرش برهانی، میتونه توپ رو سانت بکنه، کار انجام میده. در اون محوطه جرمه خطرناک هست، موقعیت برای یوسفی که سر و سامون میده اونجا به وضعیت خط دفاعی تیمش. حالا موقعیت هست، ضد حمله برای تیم ملوان، میتونه دقایق گل سوم رو هم به ثمر برسونه. چجوری زد و از کجا توپش رفت؟ در یه حالت تک به تک خودش نزد، هیچ پاس هم نداد به رافقایی. اینجا توپو به خوبی گرفت پورغلامی، تبدیل به یک ضد حمله شد و رفت که تک به تک بشه. دقاقله میتونست پاس هم بده، خودش هم بزنه، اما هیچ کدوم یک از این دو کار رو خوب انجام نداد. رافقایی هم دیگه نمیدونست که چی کار بکنه. البته رافقایی زمین خورد، در این تصویر مشخص شد. دو حیدری، جباری، میداوودی و اعلام آفساید شد. اگر سعید مظفری زاده ببینه رسول فروغی رو که میبینه، باید آفساید زده بشه. درست کنم اونجا یه لحظه درگیر میشن. به هر حال بازی باید به جریان بیفته. آقای مظفری‌زاده هم محسن یوسفی رو میخواد و هم بازیکن ملوان رو. به هر حال پرویز مظلومی هم حالا ایستاده داره بازی رو نگاه میکنه. اینجا دیگه سوت زده شده بود، اما یوسفی اجازه نداد که ملوانی ها بازی رو به جریان بندازن. نظامی پور اشتباه میکنه، اما خودش مجددا در میانه زمین توپ رو میگیره. یه پاس پشت مدافعی برای رافقایی میده که تک به تک میشه، موقعیت و تعادل خودش رو از دست میده. اعلام پنالتی، اعلام پنالتی شده. امید نظامی پور و کارت قرمز، رحمتی باید اخراج بشه. حالا استقلال عدم حضور رحمتی رو هم تجربه خواهد کرد. ببینیم منتظری اخراج شده یا رحمتی، خواهیم دید. ببینیم
خطا رو اصلا کی انجام داد؟ ملاحظه بفرمایید منتظری حرکت میکنه، خطا رو که منتظری انجام میده. بله اگر قراره کسی اخراج بشه او منتظری خواهد بود. امید نظامی پور یه پاس تودر انداخت، رافایی حرکت کرد و نتیجهش اخراج این بازیکن بود، چرا که خطا رو او مرتکب شد. البته پنالتی رو ببینیم یه بار دیگه، تصویر آهسته رو خواهیم دید که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و منتظری چگونه اخراج شده. دقیقه 60م، در واقع 61م، ملوان صاحب یک موقعیت پنالتی میشه. این امید نظامی پوره، اینجا یه پاس تو در میفرسته و میرفت که تک به تک بشه رافقایی که منتظری اون رو سرنگون میکنه و ضربه پنالتی رو حالا باید ببینیم که خود رافقایی هم پشتش قرار گرفته، بازیکن 4 گله تیم ملوان، که ببینیم فرصت زدن پنجمین گل رو پیدا میکنه یا نه. رافقایی پشت توپ هست، رحمتی هم آماده مقابلش، خود رافقایی و توی دروازه، گل برای تیم ملوان. ملوان 3-2. 61مین دقیقه سید جلال رافقایی پنجمین گل فصلش رو به ثمر میرسونه، پنجمین گل این بازی هم هست. شادی هواداران تیم ملوان و حالا از اینجا به بعد بازی دیدن داره. استقلال یه گل عقب، 10 نفره هم هست، ملوان داره تو خونه بازی میکنه و با این 3 امتیاز کاملا از بحران خارج خواهد شد. برخلاف جهت رحمتی توپ وارد دروازه میشه. منتظری از زمین بازی اخراج شده دقیقه 61م و متعاقب او پنالتی که ملوان زد. از اینجا به بعد حالا ببینیم استراتژی پرویز مظلومی چه خواهد بود. جباری در میانه زمین قرار میگیره، برگشت توپ از یاران ملوان، توپ در اختیار یاران ملوان هست. نظامی پور که پاس او منجر به این شد که یه پنالتی رافقایی بگیره سرنگون میشه با خطا. اعلام میشه که 2600 نفر هم در ورزشگاه حضور دارن، قدری بعید هست اما به هر حال ملاحظه بفرمایید شرایط جوی باعث این شده که به هر حال فقط 2600 نفر به ورزشگاه بیان. رحمتی پشت توپ، اون بازی هم که استقلال به تراکتور باخت رحمتی 3 گل خورد. استقلال اگر به بازی گویا 3-3 قراره که بخوره. نه برهانی یه دور میزنه، مسلمان روی توپش هست، باز هم یه پاس پشت مدافعین میره که تک به تک میشه. این بار دقاقله موقعیت هست، وارد محوطه جریمه و گل. دقاقله گل 4م را میزنه، یا نصحتی، ببخشید پویا نصحتی است، نصحتی تک به تک شد و شادی رو یه بار دیگه به ورزشگاه میاره. محمد نصحتی گل 4م را زد. چه بلایی سر خط دفاعی استقلال اومده و چیکار دارن میکنن یاران ملوان. نصحتی بالاخره زهر خودش رو ریخت تا رحمتی دست به کمر فقط بیست و شرایط رو نظاره‌گر باشه. ملاحظه بفرمایید این توپی که اینجوری فرستاده شد به پشت مدافعین، عمرانزاده نتونست نصحتی رو کنترل بکنه، حرکت نصحتی و او دیگه به غیر از گل زدن چیکار میتونست بکنه در این صحنه. یه خورده حرکات او و دقاقله هم شبیه هم هست، هست. حالا راه دور که ما هستیم یه لحظه من فکر کردم دقاقله است اما نصحتی
برای مرتبه چهارم دروازه استقلال ریا رو باز میکنه. حرکت دو خسرو حیدری، برگشت تو، تو در اختیاران استقلال. پور محمد عجله ای هم برای بازی نداره و این هم تصویر زننده گل چهارم تیم ملوان، خدای خودش رو شاکر هست. ملوان 4 استقلال 2. استقلال صدر جدول رو هم با این نتیجه از دست میده، البته همچنان 19 امتیازی هست. درسته که تراکتور و سبا هست، اما تراکتور تفاضل گلش میشه 8، اما اینجا استقلال تفاضل گلش میشه 7 و این مؤید این مطلبه که تراکتور به صد خواهد آمد. اما هر سه تیم استقلال، تراکتور و سبا 19 امتیازی باقی میمونن. پرویز مظلومی و در کنارش هنکه که نشسته و مواردی رو یادداشت میکنه. آرش برهانی یه پاس عمقی، پور محمد از دروازه خارج میشه و توپ رو هم میگیره. استقلالی ها میخوان یه تعویض دیگر رو انجام بدن. میثم حسینی که یک مدافع است میخواد به زمین بازی بیاد. استقلال در خط دفاعی اون موقع که 11 نفره بود مشکل داشت، حالا چه برسه الان که میثم منتظری هم اخراج شده میبینه. یوسفی آرش برهانی مهاجم استقلال عوض میشه، یه دفاع میاد. جالب، استقلال دو گل عقب یه مهاجم بیرون میکشه آقای مظلومی و یک مدافع رو به جای او به زمین بازی میاره. یوسفی ارتباط قطع میشه. دقیقه 68 هستیم، هنوز 22 دقیقه به پایان بازی زمان داریم. این بازی باز هم میتونه آبستن حوادث دیگری باشه. نصفتی حرکت میکنه، این بار دیگه حیدری توپ رو گرفت. حنیف توپ رو برگشت میده. نظامی پور این کار رو برای ملوان میکنه. رحمتی شیرزاد میلاد میداودی آن دو در کنارش هست. میداودی باز هم تعادل خودش رو از دست میده. از همون جایی که گل تساوی بخش استقلال رو زده بود، از همونجا دوباره یه خطا نصیب استقلالی ها میشه. این بار خود میلاد خطا رو میگیره. مسعود پور محمد ببینیم از تجربه دفعه قبل چگونه استفاده میکنه. میداودی باز هم پشت توپ هست، واقعا خطرناک میزنه این ضربات رو. دیوار دفاعی ملوان هم شکل گرفته. میداودی به سمت دروازه، این بار دیگه پور محمد توپ رو مشت میکنه و اشتباه نکرد. در محوطه جریمه برگشت توپ از سعید سالارزاده. همچنان در نوع محوطه جریمه و اعلام بازی خطرناک از یاران استقلال و این ضربه میداودی است که زده میشه و پور محمد که ریسک نمی کنه و مشتش میکنه. ملوان 4 استقلال
72 دقیقه بازی ملوان با این نتیجه 6 پله در جدول صعود خواهد کرد و به مکان دهم میاد، سوای حالا اون چند تا بازی که باید انجام بشه. سایپا فردا با سپاهان بازی داره، زوباهن هم به مسافه نفت خواهد رفت. امروز هم شهرداری با مس باید مساف میداد، مثل سرچشمه اعلام توقف بازی. میثم حسینی، یوسفی، میداودی، خود یوسفی، میداودی اشتباه میکنه، مسلمان توپ رو میگیره، از نیمه زمین هم رد میشه برای دقاقله. اعلام خطا بر روی نظامی پور. هر چقدر نظامی پور در نیمه اول یه بازیکن معمولی و بعضا پر اشتباه بود، در نیمه دوم فوق‌العاده کار کرد. اعلام خطا شد، توپ در اختیار یاران ملوان هست. سعید مظفری‌زاده به سعید سالارزاده میگه که برگرده و سر جای خودش قرار بگیره. سالارزاده هم میپذیره. ملوانی ها هم مسرور هستن، خیلی هاشون هم چتراشون رو بستن. فراد پورغلامی هم که از ابتدای زمین زیر بارون همون جوری داره بازی رو نگاه میکنه. رستمی به جای نظامی پور میخواد به زمین بازی بیاد، هافک انرژی که تیم ملوان. چهار پورغلامی. خطا بر روی نصحتی به نظر میرسه. مسلمان یه پاس تو در دیگه برای نصحتی، در اون محوطه جریمه و چیزی نموده که لایی بخوره. رحمتی اما توپ رو گرفت. ملوان داره در این دقایق بهتر هم بازی میکنه، هرچقدر که از زمان بازی میگذره و شرایطی که زمین پیدا میکنه ملوان رو مسلط‌تر میکنه. هرچند یادمون نره استقلال هم از دقیقه 60 ده نفره شده. 16 رمضانی وارد محوطه جریمه هم میشه. خسرو حیدری توپ رو گرفت، تعادل رمضانی هم به هم میخوره و حالا محسن یوسفی. حسینی، رحمتی، یوسفی. اعلام خطا از همرنگ. ملاحظه بفرمایید این پاس عمقی که مسلمان فرستاد و ضربه‌ای که زد و نهایتاً رحمتی گرفت. مسلمان و در کنارش کیانوش رحمتی رو دیدیم و حالا کاپیتان استقلال جباری پشتتون. ارسال به درون محوطه جریمه و برگشتتون. شیرزا توپ رو راهی اوت میکنه. میانه زمین باز هم آبی پوشان. یه پاس بلند برای میلاد میداودی. با رفتن آرش برهانی تک و تنها هم شده خود میداودی. دو بازیکن ملوان مقابلش هستن، هنوز هم اونجا درگیرن. نهایتا موفق ملوانی ها. رستمی، رمضانی. ملوان 4 استقلال 2. کیانوش رحمتی. خطا به نظر میرسید روی نصحتی که خطا هم هست.
بازیکن شماره 18 و تند و تیز تیم ملوان، هم او سرعتش خیلی زیاده هم دقاقله. هر دو امروز در خط حمله بازی میکنن. جباری ارتباط رو قطع میکنه، رمضانی و اعلام خطا از آن دو تیموریان. مظفری‌زاده از اون میخواد که آرامتر بازی بکنه، بازی متوقف میشه. 76مین دقیقه بازی متوقف میشه. حتما میدونید که بازی هفته نهم از دیروز شروع شد، امروز ادامه پیدا میکنه و فردا به پایان خواهد رسید. راهن روز گذشته 2-0 مغلوب نفت آبادان شد، فولاد 1-0 فجر سپاسی رو برد، پرسپولیس با 2 سبا رو از پیش رو برداشت، تراکتور 3-1 مثل کرمان رو شکست داد، شاهین و داماش هم 1-1 شدند. خسروی دری بلند توپ میفرسته به زمین ملوان. رافقایی برای مسلمان، حرکت دیگر از نصحتی، واقعا سرعت قابل ملاحظه ای داره محمد نصحتی. همرنگ حالا دقاقله، مسلمان، نصحتی به توپ نخواهد رسید. میداودی، میثم حسینی، اونقدر خط دفاعی استقلال آسیب پذیر نشون داد که با اینکه 2 عقب بود پرویز مظلومی ترجیح داد که یه مهاجم کم کنه، یه دفاع اضافه بکنه. رحمتی، جباری، حسینی، شیرزاد، حسینی برای جباری، رستمی با او حرکت میکنه اما موفق نیست. شریفات هم میخواد برای استقلالی ها به بازی بیاد. سومی تعویض استقلال، حالا میداد میداودی در موقعیت شوت‌زنی هم قرار میگیره اما توپش با اختلاف زیادی به بیرون میره. تا آخرین ضربه ای هم باشه که میزنه در این بازی، چرا که باید تعویض بشه. ملاحظه بفرمایید، اینجا حرکت میکنه با پای چپ و با اختلاف زیادی توپ به بیرون میره، سریع هم میدوه تا وقت بازی برای تیمش تلف نشه. یه گل قشنگ زد. حالا اسماعیل شریفات ببینیم در ادامه چگونه بازی میکنه. آها این گلشه، ملاحظه بفرمایید. تشکر میکنم از همکارانم در واحد سیار، از این گلا در فوتبال کشورمون کم نزده، از در واقع میلاد میداودی کم نزده از این گلا و خیلی از این گلا از رو دیدیم. خسروی دری، شریفات اولین توپ رو دشت میکنه، تو سر توپ میزنه، نارش از به او پاس نمیده. یوسفی و خطری متوجه دروازه ملوان نشد. پور غلامی، توپ باید در اخیر استقلال قرار بگیره. پرچم آقای فریمانی اینو میگه. 14 تیموریان، خسروی دری در راست، شریفات در کنارش هست. اشتباه خسروی دری، حالا باز هم میره تبدیل یک زده حمله بشه اما خود خسرو از راه میرسه و جبران میکنه. توپ رو گرفت باز هم مسلمان و حالا رافقایی، مسلمان، رستمی، میدانداری از یاران ملوان. 80مین دقیقه
رستمی کنترل خودش رو از دست میده، جباری توپ رو گرفت، شریفات هم از کنارش حرکت میکنه، اما تکل شجاعانه سالارزاده باعث میشه که توپ به دقاقله برسه. یه بار دیگه استقلالی ها، 11 یوسفی بلازه بفرمایید، اینجا این تکل رو زد سالارزاده و راه توپ رو بست. شیرزاد، یوسفی، جباری، تیموریان، خسروی دری از راست حرکت کرده، ارسال به درون محوطه جریمه، اون سمت به شیرزاد میرسه، او هم فرصت ارسال داره که این کار رو انجام میده، اما این ارسال ها هیچ یک بهره‌ای برای یاران استقلال نداره. حالا درون محوطه جریمه ببینیم چی کار میکنه آن دو تیموریان که تکل رمضانی توپ رو راهی اوت میکنه. آن دو تیموریان میخواد یه پرتاب بلند رو انجام بده، البته این کار رو خوب انجام نده، البته کوتاه انجام داد پرتابش رو، خودش هم زمین میخوره. اندرانیک تیموریان بازیکن دونده تیم استقلال که در تصویر مشخص بود. پور محمد هم احساس ناراحتی میکنه، بازی متوقف میشه. مسعود پور محمد که در این بازی جایگزین علی حسنی صفتی شد که در دو بازی مقابل نفت آبادان و نفت تهران روز خوبی رو نداشت و گلهای یک شکلی رو خورد. به حال اونقدر اشتباهاتش زیاد بود که حتی امروز در لیست 18 نفره تیم ملوان هم نیست. دقاقله از زمین بازی خارج میشه و عزیز معبودی به جای او در ادامه بازی خواهد کرد. شدت باران رو ببینید و شور و شوق تماشاچیانی که تیمشون 4-2 جلو هست و سرمای هوا و ریزش باران رو کاملا فراموش کردن. پرویز مظلومی نکاتی رو به بهداشت فریبا میگه تا بلکه در این دقایق پایانی به کار استقلال بیاد. حسینی ضربه سر همرنگ، توپش بلوکه میشه اما رافایی یه لحظه یاران ملوان به توپ رسیدن، رافایی خودش حرکت میکنه، میتونه توپ رو هم بفرسته، این کار رو انجام میده اما ضرب توپ زیاده، عزیز معبودی به توپ میرسه. پور غلامی حالا صاحب توپ، معبودی تعادل خودش رو از دست میده. آندرانیک تیموریان حرکت این بازی کن برای شریفات که سالارزاده توپ رو میگیره. رافقایی یکی از خوبهای ملوان در این دیدار بوده، سید جلال رافقایی. توپ به بیرون میره و پرتاب مجددن برای یاران ملوان هست در 84مین دقیقه بازی. ملوان 4 استقلال 2، هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه ایران، زمین شهید پیشگاه مجموعه تختی انزلی. ملوان با این برد 6 پله در جدول صعود خواهد کرد. استقلال هم از رتبه اول به رتبه دوم میاد. دو خسروی دری و همرنگ توپ رو یه لحظه دور میکنه اما آندرانیک تیموریان باز هم توپ رو پاس میده و نهایتا رمضانی که به این قائله خاتمه میده.
تا قبل از انجام این دیدار استقلال به همراه سپاهان و شاهین با 6 گل خورده بهترین خط دفاعی رو هم داشت، الان دیگه 10 گل خورده داره و این قضیه دیگه صدق نمی‌کنه در مورد خط دفاعی این تیم. یوسفی، شیرزاد، ارسال به دلو مرمت جریمه، یک ضربه سر از جباری و توپی که به بیرون میده. شدت باران باز هم زیاد شده و کاملا شما دیگه ملاحظه میفهمید که وضعیت به چه شکل هست. ضربه سر جباری رو هم دیدیم، حرکات پورغلامی رو هم داشته باشیم جالب توجهه، با اینکه تیمش 2 گل از حریف پیش هست اما باز هم حساسیت در نزد او و کادرش موج میزنه و میبینیم که بسیار حساس هستن به اشتباهاتی که بازیکنانشون بعضن در این دقایق انجام میدن. حسینی مجبور رو به عقب با کار بکنه با رحمتی، میانه زمین الان به خطا، خطای جباری بر روی همرنگ. دقایق پایانی بازی، سالارزاده، ضربه سر عزیز معبودی، جباری و جراحکار که با او درگیر هست. جباری بلافاصله با یه پاس بلند برای شریفات توپ به بیرون میده، پرتا برای تیم استقلال. حیدری 88مین دقیقه، یوسفی، شش رحمتی، شیرزاد، کاپیتان جباری، آندرانیک تیموریان ضربه سرش بی حاصله و توپ هم به بدن خودش میگیره و به بیرون میره. یه بار دیگه از همراهی شما بینندگان عزیز و گرانقدر تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم به خاطر وقفه ای که به وجود اومد. به هر حال شرایط جوی باعث شد که واحد SNG ما و سیگنال هایی که ارسال میشد دچار مشکل بشه. به هر حال امیدواریم که تلاش جمعی همکاران ما در واحدهای مختلف مورد توجه و عزت شما قرار گرفته باشه. محسن مسلمان در میان تشویق گرم هواداران تیم مروان زمین مسابقه رو ترک میکنه و مهران جعفری بعد از مدت ها مصدومیت به بازی میاد. حسینی باید توپ رو پرتاب بکنه. شش رحمتی، رافقایی، خود رحمتی ارتباط رو قطع کرد. تیموریان برگشت تو بس جراحکار، یه حرکت خوب از دقاقله. چی کار داره میکنه این نصحتی؟ حالا برای رافقایی میتونه تک به تک هم بشه. موقعیت برای رافقایی و توپی که تبدیل به کورنر میشه. حرکات نصحتی ویران کننده است به واقع، بازیکن ریزنقشی که خیلی راحت اراده بکنه بازیکن حریف رو جا میذاره. البته ببینید چجوری دوتا بازیکن استقلال اینجا اشتباه کردن و چجوری توپ رو گرفت و موقعیت سازی کرد برای رافقایی. ببینید از این ضربه کرنر چگونه استفاده میکنن. ارسال رمضانی به در محوطه جریمه، موقعیت برای تیم ملوان و به ثمر رساندن گل پنجم. همچنان موقعیت داره تیم ملوان، ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد که اشتباه نصحتی
و اعلام خطا. 4 دقیقه اعلام وقت تلف شده یه بازی در نیمه دوم میشه. 90 دقیقه تمام شد. شریفات برای آندو تیموریان، تکل بلند همرنگ. ما میخواستیم در انتهای بازی با مربیان دو تیم هم صحبت بکنیم، واقعا این امکان نیست با توجه به شرایط جوی. معذوریم و عذرخواهی ما رو پذیرا باشید. ضربه ایستگاهی به سوی یاران آبی پوش، آندرانیک تیموریان و خسروی دری پشت توپ. ضربه رو تیموریان خواهد زد. تجمع بازیکنان در محوطه جریمه تیم ملوان. تیموریان ارسال به درون محوطه جریمه، برگشت توپ از مدافعین ملوان به دنبال توپ حسینی. حرکت او درون محوطه جریمه و خطا به سود ملوان. لازم هم نیست که بگم دوباره بارون شدتش زیاد شده. توپ رو باید پور محمد بزنه. من فقط خدمتتون عرض بکنم که بعد از این بازی شما اخبار ورزشی رو خواهید دید به مدت 10 دقیقه. انشاءالله بعد از اخبار بحث کارشناسی رو پیمان یوسفی عزیز با آقای محسس در مورد این بازی پرگل خواهند داشت و بحث فنی آقای محسس رو هم انشاءالله بعد اخبار ورزشی خواهیم شنید. یه نمای دور اگر همکاران ما بدن، وضعیت بارندگی دیگه کاملا مشخص. انصافا هم سخته توی این هوا و در چنین شرایطی بازی کردن. وضعیت پیست ورزشگاه و بازی متوقف هست. استقلالی هم دیگه کاملا پذیرفتن شکست رو. 10 نفره شدن از دقیقه 60. 4-2 هم عقب هستن و همه منتظر شنیدن سوت پایان این مسابقه هستن. کیانوش رحمتی در این دقایق بازیکنان زیر توپ میزنن. جباری، یه بار دیگه من فقط تأکید بکنم بعد از اخبار ورزشی انشاءالله بحث کارشناسی آقای یوسفی با جناب مؤسس رو در مورد این بازی انشاءالله ببینید و در جریان مسائل فنی این بازی هم قرار بگیرید. ضربه دروازه رو در ثانیه های پایانی پور محمد باید بزنه. این کار رو هم انجام میده برای پورغلامی. به دنبال توپ مهران جعفری، میخواد رافایی رو راه بندازه اون سمت. نصحتی به توپ میده، مقابلش حسینی است. گوشه زمین میبره توپ رو تا ثانیه هایی از بازی وقتش به سود در واقع ملوان لحاظ بشه. پورغلامی رو بعقب، رستمی منطقه بازی رو عوض میکنه برای رمضانی. ارتباط قطع میشه. آندرانیک تیموریان و با خطا متوقف میشه. جباری برای شریفات. جراکارم اونجا هست و در همین لحظه پایان بازی اعلام میشه با حساب 4-2 به سود تیم ملوان. انشاءالله که این بازی پرگل مورد توجه و عزت شما قرار گرفته باشه. اخبار ورزشی رو ببینید، بعد از اونم بحث کارشناسی برنامه فوتبال برتر ادامه خواهد داشت. تشکر میکنم.